سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. خانم نیکو خردمند، متولد 19 آبان 1311 در تهران، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون بود. او فارغ التحصیل رشته کارگردانی از رویال تئاتر سلطنتی می باشد که فعالیت خودش رو قبل از انقلاب با رادیو و تلویزیون شروع کرد و بعد از انقلاب با بازیگری به اوج شهرت رسید. او خواهر بزرگتر آهو خردمند و دختر عموی شهرو خردمند بود. خانم نیکو خردمند به صورت جدی فعالیت خودش رو از سال 1337 وقتی 26 ساله بود از طریق معرفی یکی از آشنایان به رادیو رفت و تست داد و قبول شد و به عنوان گوینده شروع به کار کرد. 2 سال بعد از شروع فعالیت گویندگی در رادیو، از سال 39 زیر نظر هوشنگ لطیف‌پور و سعید شرافت وارد عرصه دوبلاژ شد. او گوینده نقش‌های کلودیا کاردیناله، آوا گاردنر، الیزابت تیلور، فخری خوروش و تعداد زیادی از بازیگران زن آن دوران بوده. او همزمان با دوبله از سال 42 تا 47 گوینده نمایش‌های رادیویی بود تا اینکه سال 51 به عنوان مجری با برنامه‌ای به نام معرفی تئاتر در تلویزیون حضور پیدا کرد. او در دوبله فیلم‌های کلاسیک تاریخ سینما که در دهه 50 در تلویزیون ملی ایران دوبله می‌شدند حضور داشت و همچنین گوینده مجموعه مستند پنجره‌ها بود. بعد از انقلاب در سال 67 وقتی 56 ساله بود با معرفی حمیدرضا صلاحمند کارگردان و خانم نوشابه امیری گوینده برای بازی در فیلم پرده آخر به واروج کریم مسیحی کارگردان معرفی شد. به این ترتیب با این فیلم فعالیت حرفه‌ای خودش رو در بازیگری شروع کرد. سپس چند ماه بعد در سریال گالش‌های مادر بزرگ ساخته بهمن زرین‌پور ایفای نقش کرد که در نوروز 68 پخش شد. قاب‌های خالی، عشق گم شده، آژانس دوستی، کت جادویی، مادر، همسایه‌ها، هفت سنگ، همه فرزندان من، آوای فاخته و دزدان مادر بزرگ از جمله آثار تلویزیونی هستند که زنده یاد خردمند در اونها به ایفای نقش پرداخت. این هنرمند پیشکسوت همچنین در عرصه سینما هم با ایفای نقش در تعدادی از آثار خاطره انگیز تصویری به یاد ماندنی رو در ذهن تماشاگران بر جای گذاشت، به نحوی که مخاطبان ایفای نقش او رو در آثار سینمایی همچون بازیچه، راز گل شب‌بو، قلب‌های ناآرام، صبحانه برای دو نفر، کافه ستاره، پیشنهاد 50 میلیونی و قاعده بازی رو از یاد نمیبرند. خانم خردمند در سال 69 برای بازی در فیلم پرده آخر برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. او در سال 72 دوباره با فیلم بازیچه برای نقش مکمل زن سیمرغ گرفت. او با فیلم خانه خلوت در سال 70 در کنار بازیگرانی چون رضا رویگری و عزت‌الله انتظامی یکی از اوجهای حضور خود در سینما را تجربه کرد. او با سریال آپارتمان در سال 71، آوای فاخته در سال 73، دوزان مادر بزرگ در سال 74، آژانس دوستی در سال 75 و کت جادویی در سال 77 هم بازی‌های خاطره‌انگیزی را از خودش به جای گذاشت. او در مصاحبه‌ای گفته بود: حضور من در عرصه هنر به دوران نوجوانی باز می‌گرده. از همان دوران علاقه عجیبی به گویندگی داشتم، اما نمی‌دونستم که توانایی لازم رو برای این کار دارم یا نه. دقیقاً نمی‌دونستم که به چه کسی باید مراجعه کنم و چطور می‌تونم دوبلور بشم. در نهایت با معرفی یکی از آشنایان به رادیو معرفی شدم و به ساختمان امروزی رادیو تهران در میدان ارک رفتم. در آن زمان اسماعیل پوروالی مدیر رادیو بود. بعد از اینکه خودم رو معرفی کردم از من خواستن تا برنامه ای اجرا کنم و این در حالی بود که هیچ تجربه‌ای در عرصه گویندگی نداشتم. خیلی نگران بودم. نمیدونستم که میتونم از عهده این کار بر بیام. در اولین تجربه پیش محبی رفتم و اعلام برنامه کردم و در حقیقت این گونه به عرصه هنر وارد شدم. برنامه‌های رادیو در اون دوره زنده برگزار میشد و افراد کمی در این رسانه مشغول به کار بودند. اما همه هنرمندان آن دوره رادیو هنرمند بودند. بعد از گویندگی بود که کم کم به طرف دوبله اومدم و در این عرصه مشغول به فعالیت شدم و پیش از اون هم آموزش‌های لازم رو سپری کردم. بهترین اثر سینمایی که در اون به ایفای نقش پرداختم پرده آخر بود. همچنین بهترین کار تلویزیونی که در اون بازی کردم آوای فاخته بود.
بسیار عجیبه که همه دزدان مادر بزرگ رو به خاطر دارن و کسی آوای فاخته رو به یاد نداره. پار کردن با سباغزاده و کریم مسیحی برام بسیار لذت بخش بود. این دو با اینکه شیوه کار و زندگی متفاوتی دارن، اما هر دو افراد با شخصیت و موفقی هستن. خانم نیکو خردمند پس از سالها کمکاری در 24مین جشنواره فیلم فجر با فیلم‌های پرونده، هاوانا، کافه ستاره و چم می‌گیری گریه کنی حضور داشت. خانم آهو خردمند در مورد خواهرش نیکو گفته او یکی از شاخص‌ترین و بهترین دوبلورها بود و وقتی هم وارد سینما شد جوایز زیادی رو کسب کرد. اما تا آخرین لحظه‌ای که با هم صحبت می‌کردیم می‌گفت من اول یک گوینده هستم. در مرحله اول من یک دوبلورم و بعد بازیگر. خانم نیکو خردمند به دلیل عارضه قلبی از پاییز سال 87 چندین مرتبه به بیمارستان منتقل شد. او در نهایت در آبان سال 88 به علت بیماری قلبی عروقی و ضعف جسمانی تحت مراقبت پزشک قرار گرفت. خانم نیکو خردمند در بامداد 26 آبان سال 88 در سن 77 سالگی در بیمارستان ابن سینای تهران درگذشت. او در پاییز سال 87 چندین بار به بیمارستان منتقل شده بود. همچنین بیماری او در ماه‌های آخر عمرش شدت یافته بود. در نهایت او در 26 آبان سال 88 درست 7 روز بعد از تولد 77 سالگیش به علت تشنج و سکته مغزی درگذشت و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا دفن شد. او در طول زندگی هنری خود موفق به برنده شدن جوایزی از قبیل برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای پرده آخر در نهمین جشنواره فیلم فجر سال 69، برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم بازیچه در 12مین جشنواره فیلم فجر در سال 72، کاندید سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم غزاله در 14مین جشنواره فیلم فجر در سال 74 شد. روحش شاد و یادش گرامی. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد بدرود.